جواد عزتی یکی از چهرهای مطرح جشنواره امساله که با ساخت اولین فیلم خودش رفت تو لیست کارگردانه. تمساح خونی میتونه یکی از آثار مهم جشنواره 42 فجر باشه و حالا قرار تو این ویدیو دربارش یکمی صحبت کنیم. سلام دوستان، خوش اومدید به فیلمولوژی. ما اینجا درباره فیلم و سریال صحبت میکنیم. اگه به محتوای فیلم و سریال علاقه دارین یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنین، نوتیف رو هم روشن کنین تا با ما خیلی زود از اخبار سینمای ایران و جهان باخبر بشین. تو خلاصه داستان این فیلم یه جمله از سمت عواملش منتشر شده که گفته من یه تمساحم، یه تمساح خونی، یه آدم زخمی که کل زندگیش فقط باخته و چیزی برای از دست دادن نداره ولی باز دلش ریسکای بزرگ میخواد. جواد عزتی، عباس جمشیدی فر، سعید آقاخانی، الناز حبیبی، بهزاد خلج، شبنم قربانی از بازیگرای این فیلمه. و همونطوری که توی خبر اومده، جواد عزتی اولین تجربه کارگردانیشو پشت سر میذاره و این یکی از اتفاقای جالب جشنواره 14/02 و همچنین تهیه کننده آثاری مثل مرد بازنده و کدچرمی رو تو کارنامه‌اش داره. تو چهارمین همکاریش با جواد عزتی تهیه کنندگی فیلم ایشون رو هم به عهده داره. جواد عزتی دقیقاً تو سالی که یه سری بازیگرا رفتن سراغ کارگردانی با این موج همراهی کرد و از بازیگرایی شد که تجربه کارگردانی رو هم پشت سر می‌ذاره. عزتی با بازی تو سریال زخمکاری یه کاراکتر، یه توانایی جدیدی از خودش تو بازیگری رو نشون داد که میزان محبوبیت اون رو بین بازیگرا و کارگردانا بسیار بالا برد. تمثال خونی میتونه یه پله موفقیت برای جواد عزتی باشه، همونطوری هم که ممکنه یه سقوط باشه براش، مثل جلوی دور میرفتن مهدویان توی زخم کاری. باید دید که چه اتفاقی پیش میاد. علاقه عزتی به فضای اجتماعی و سابقه حضورش تو فیلمای مثل شنای پروانه و کوچرمی باعث شده که تو فضای فیلم تمثال خونی هم نزدیک باشه به آثاری که قبلا بازی کرده. جواد عزتی با اینکه چند باری نامزد سیمرغ جشنواره شده، با وجود یه چیزی مثل شنای پروانه و جاندار، بازم نتونسته سیمرغ رو به خونه خودش ببره. و حالا باید ببینیم که با اولین تجربه کارگردانیش این اتفاق براش میفته یا نه. ممنونم که تو این ویدیو ما رو همراهی کردید. باید منتظر موندید تو این جشنواره چه اتفاقی میفته. تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار.